مجموع رسانه امام حسین علیه السلام از طریق نماینده خود در کشور لبنان به رسم یادبود و تقدیر پرچم حرم مطهر سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام را به تعدادی از خادمان حسینی لبنانی در شهر بعلبک در شمال لبنان اهدا کرد. حسین المؤذن نماینده مجموع رسانه امام حسین علیه السلام ضمن اعلام این خبر به خبرنگار خبرگزاری اخبارشی گفت پرچم سرخ حرم مطهر امام حسین علیه السلام را به مجموعه سید الاوصیا و حسینیه قمرالعشیر علیه ما سلام اهدا کردیم. وی در ادامه افزود این اقدام بر پایه سیاست تلاش هرچه بیشتر مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام برای نشر فرهنگ حسینی و عاشورایی صورت گرفت. همزمان با عید سعید قربان که از اعیاد اسلامی مشترک میان همه مسلمانان جهان است، بنیاد جهانی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله نامه‌ای خطاب به همه مسلمانان جهان و به ویژه شیعیان منتشر کرد. در بخشی از این نامه رسمی که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسید، ضمن تبریک گفتن به این مناسبت مبارک آمده: امیدواریم خدای متعال الفت و برادری، امنیت و پیشرفت را برای همه ملت‌های اسلامی فراهم کند. این نامه می‌افزاید: جا دارد همه مسلمانان به استناد به کلام الله که فرموده و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، با یکدیگر متحد شوند و اختلافات را کنار بگذارند و در برابر مشکلات و دشمنان بایستند. بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی همچنین خطاب به علما و نخبگان اسلامی نوشت: در این مسیر وظیفه علما و نخبگان جهان اسلام بیشتر از دیگران است و نیز ائمه جماعت ها باید از منبرها استفاده کنند تا جامعه اسلامی در این مسیر حرکت کند و اختلافات و فتنه ها را پشت سر بگذارد و با یکدیگر زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند و در مسیر اصلاح رو به رشد حرکت کنند. این نامه همچنین خواستار بالا رفتن سطح زندگی مسلمانان و احقاق حقوقشان در زمینه‌های مختلف شد. عفو بین الملل از امارات خواست بیش از 50 زندانی را که از سال 2013 به طور ناعادلانه در زندان‌های این کشور حبس هستند آزاد کند. به گزارش شبکه خبری المیادین، عفو بین‌الملل در بیانیه خود هشدار داد اگر دولت‌های سراسر جهان می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که نشست کاپ 28 به دلیل سرکوب خدشه‌دار نشود، باید اکنون با فشار بر دولت امارات برای آزادی فوری این زندانیان اقدام کنند. هب مرایف، مدیر دفتر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: امارات از طریق میزبانی مهمترین کنفرانس سالانه تغییرات آب و هوایی در کانون توجه بین المللی قرار دارد، اما دولت این کشور هیچ یک از 60 اماراتی را که بعد از محاکمه دست جمعی در سال 2013 زندانی کرده بود آزاد نکرد. این در حالی است که 51 نفر از بازداشت شدگان دوران محکومیت خود را به پایان رسانده بودند. شرکت کنندگان در این تجمع تاکید کردند که اتهاماتی که علیه بازداشت شدگان وارد شده ساختگی است و اجازه گرفتن وکیل هم ندارند و اجازه گرفتن وکیل هم ندارند. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده با صدور بیانیه رسمی ضمن اعلام نگرانی شدید نسبت به آنچه که در کشور فرانسه می‌گذرد، دولت این کشور را به کنار گذاشتن زبان زور و خشونت با معترضین دعوت کرد. در این بیانیه که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسید آمده، اخبار و اطلاعات و مستندات خطرناکی از آنچه که در فرانسه در حال اجرا شدن علیه معترضین است به دست سازمان نفی خشونت رسیده و ما نسبت به این وضعیت به شدت نگرانیم. در بخش دیگری از این بیانیه افزوده شده:
متاسفانه زبان زور به صورت غیر مسئولانه در فرانسه در حال اجراست و عواقب وخیمی در پی خواهد داشت. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاد ادامه داد، بهتر است به همگان اجازه صحبت کردن داده شود و امنیت و ثبات در این کشور حفظ شود. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارش اظهار داشت، بازگشت پناهجویان افغانستان از کشورهای ایران و پاکستان و سفر آنها نیز در ماه آوریل سال جاری میلادی بیشتر بوده است. سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرد، روند بازگشت افغانستانی ها از ایران و پاکستان به افغانستان و سفر آنها به این دو کشور در ماه آوریل نسبت به گذشته بیشتر بوده است. این سازمان در گزارش اظهار داشت، بیش از 29 هزار افغانستانی در ماه آوریل سال جاری از ایران بازگشتند، در حالی که در آوریل سال گذشته میلادی شمار بازگشت کنندگان از ایران حدوداً 8491 نفر بوده است. سازمان بین المللی مهاجرت خاطر نشان کرد، شمار افغانستانی هایی که از ماه آوریل تا ماه می به پاکستان رفتند، از 68545 نفر به 323922 نفر افزایش یافته است. با این حال در گزارش IOM گفته نشده است که در ماه آوریل چه تعداد از افغانستانی ها از پاکستان به کشورشان بازگشتند. شیخ مصطفی محمدی رئیس مؤسسه فرهنگ نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام از جوانان هیئتی دارالمصباح به خاطر تلاش‌هایشان در مسیر نشر هرچه بیشتر شعائر حسینی علیه السلام تقدیر و تشکر کرد. این تقدیر طی مراسمی انجام شد و در آن شیخ مصطفی محمدی دقایقی به سخنرانی در مورد نشر شعائر حسینی و مطالبی را مطرح نمود و از فضائل و ثواب این کار سخن گفت. ایشان همچنین به تلاش هرچه بیشتر برای حرکت در این مسیر دعوت کرد و از اهمیت اخلاق نیک در فعالیت‌ها صحبت کرد و جوانان را سفیران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در فعالیت‌های تبلیغی معرفی کرد و بر نشر اندیشه مهدوی در جهان نیز تأکید نمود. شیخ مصطفی محمدی همچنین با اشاره به این که در آستانه ماه محرم الحرام قرار داریم، نکاتی در این مورد بیان کرده و به برخی رهنمودها و توصیه‌های مرجع عالی قدر آیت الله العظمى سید صادق شیرازی و تأکید معظم الله بر نشر شعائر حسینی تأکید نمود. دستگاه اطلاعاتی عراق امروز دوشنبه از بازداشت 6 تن از تروریست‌های خطرناک در استان نینوا خبر داد. به گزارش صدای البلد، دستگاه اطلاعاتی عراق اعلام کرد این تروریست‌ها در مبارزه با دستگاه‌های امنیتی و حمله به شهروندان دست داشتند. طبق اعلام این نهاد، این تروریست‌ها وابسته به گروه موسوم به تیپ اردوگاه‌های عمومی، لشکر یرموک، ایسر الاسرا، لشکر ذات السواری و ارتش دابق بودند. آنها در ازای وابستگی به این گروه‌های تروریستی پول دریافت می‌کردند.